فرودگاه لس آنجلس، آغاز مهاجرت ما ایرانیان به کالیفرنیای جنوبی. و این هم فریوی ده در سال 1985. بنا به گزارش داده شده از سوی هوملند سکیورتی، در سال 1920 تنها 208 ایرانی به آمریکا مهاجرت کردند. با گذشت 4 دهه در سال 1960 رقم مهاجران ایرانی به آمریکا به 9059 تن رسید. بین سالهای 1970 تا 1990 تعداد شمار ایرانیان بسیار چشمگیر بود. در حال حاضر بیش از 1 میلیون ایرانی در آمریکا زندگی می کند که حدود نیمی از آن در کالیفرنیا و بالغ بر 73,000 ایرانی در لس آنجلس اقامت دارند. دوستان عزیز، اشکان هستم در شو دنیای این روزهای من با همکاران خوبم، با شما عزیزان هستیم، با ماکان عزیز، با آقای داریوش رحمت پناه. در تاریخ 21 می خبرهای داغی رو براتون داریم که 21 می میشه به فارسی دوشنبه 31 اردیبهشت. ازتون دعوت میکنم تا 1 ساعت آینده با ما باشید. اطلاعات فوق العاده جذاب و جالبی رو براتون داریم. میخوایم با هم زمین بریم به فرانسه، به فستیوال کن یه سری بزنیم و اخبارهای داغ دیگری که در سر و سر دنیا هستش. خب دوستان عزیز، اولین فیلمی که با هم میخوایم مرور کنیم فیلم فارنهایت 451 هستش، که این فیلم یک بر اساس یک ناولی هستش که آقای ری برادبری در دهه 50 این کتاب، این ناول رو نوشت و در دهه 60 این فیلم ساخته شد و سالها بعد حالا آقای رامین بهرانی نویسنده جدید و ضمناً کارگردانی فیلم هستن، آقای مایکل بی جوردن و مایکل شانن هنرپیشگان این فیلم هستن. و ضمناً اینو بهتون بگم دوستان عزیز که در تاریخ 19 می که همین چندین روز پیش میشه، این فیلم پریمیر خودش رو در کانال HBO داشت. چطوری که با هم بریم به تریلر این فیلم نگاه کنیم و برگردیم به استودیو و ادامه بدیم به بقیه فیلم هایی که هموطنان ما در این فیلم ها هنرنمایی کردن و اجرای نقش کردن. Have you ever seen a physical book before? Do you want to know what's inside? Insanity. Chaos. By the time you guys grow up, there won't be one book left. Yes, sir! Little knowledge is a dangerous thing. News, facts, memoirs, internet of old. Burn it. We are not born equal, so we must be made equal by the fire. I want to burn. با هم تماشا کردیم به فارنهایت 451 به کارگردانی رامین بهرانی. فیلم دومی یک فیلم بسیار جالب و قشنگی هستش به نام همه میدانند، Everybody Knows، که این به بازیگری خانم پنلوپی کروز هستش و آقای هاروی باردن. ضمن اینو بهتون بگم عزیزان که این دو هنرپیشه خوبی که در این فیلم بازی کردن زن و شوهر هستن، در زندگی خصوصیشون زن و شوهر هستن و این یک فرصتی بوده که سر صحنه فیلم سازی و فیلم برداری این دو نفر با هم باشن و دو تا دختر بسیار خوشگل هم دارن، دخترایی به نام لیو و لونا. و حالا بریم سر کارگردان این فیلم. همینطور که میدونید آقای اصغر فرهادی کارگردان این فیلم هستن و یه نکته جالبی که این فیلم داره که برای اولین بار آقای اصغر فرهادی و آقای هوزه لوئیس آلکین که یک سینماتوگرافر هستن که در اسپانیا به دنیا اومدن یا اسپانیش زبان هستن، این دو هنرمند خوب با هم همکاری میکنند. آقای حوزه در سن 79 سالگی یک عمر کوله‌بار تجربه داره و تصاویر سیکونس های فوق العاده قشنگی رو به دست آورده برای این فیلم و مطمئنم که شما عزیزان
این فیلم اگه تماشا کنید چه از داستان و سوژه فیلم و چه از فیلم مرداری و کارگردانیش فوق العاده لذت خواهید برد. Hola pa, estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. Paco. Qué guapa, qué grande. Tu madre, de Paco. Estuvieron enamorados. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Le ha pasado algo anoche? ¿Y tú no viste a nadie sospechoso? Debían detener a alguien entre los invitados. Llamo a Alejandro y que venga lo antes posible. ¡Mi hija! ¡Déjenme decidir qué hay que hacer! ¡Antonio, vale! ¡Ya está! ¡Déjame en paz! No es obra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno. Si tú estás de acuerdo, hay una manera de ayudarla. Te estás involucrando demasiado en este asunto. Oye, ¿tú confías totalmente en tu marido? ¿Qué más le dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. Están todos metidos. De descubrir quién lo sabe. Ahora todos lo saben. دوستان عزیز، میرسیم به فیلم بعدی، دختران خورشید، با بازی و حضور گلشیفته فرهانی که هنرپیشه‌ای هستش که در سراسر دنیا واقعا میدرخشه و باعث افتخار ما هستش. در این فیلم گلشیفته به نام بهار بازیگری میکنه که یک وکیله و بعد میاد دستگیر میشه، کلی اتفاقات بعد پیش میاد و بعد میره به عنوان یک سرباز به نورد داعش. همونطور که میدونید در مناطق سوریه و کردستان و عراق و اینا هنوز این مشکلات، مصیبت‌های بعد همینطور روز به روز داره رخ میده و بسیاری از زنها و کودکانی که دستگیر شدن هنوز پیدا نشدن و هنوز زندانی هستن. در این فیلم شما میتونید واقعیت بسیاری از اتفاقاتی که اخیراً پیش اومده در چندین سال اخیر ببینید و چه قشنگه که بریم با هم نگاهی کنیم به یک قطعه از این فیلم با حضور گلشیفته فرهانی. پیویسته همومان ار پرسیاره لخوب کهیم چنگ ده توانین برکه بکرین اگر دجمن هات بردمم ایده توانم تقیلی بکم والا مکبله یا ایوه به هیزن بونتن لیرا سرکوتنا قبول نکردنی جردستی سرکوتنا شر کردن سرکوتنا تنها دجمنه که لیمانده ترسید ایمالا هیچ کس نترسین کاتت گوین لدنگی جند بید ده توقین ایما لما خرابتر من بینی و لما خرابتر من هیا ترس دیان کجید بو هر خوشکی کی زندانی من جنگ آورد لدائیگ بوا اوان هیچ کاتت گلم راستیا تی ناگن تو ریل پیناوی جیان امرو چی دکین؟ امشارکن! امرو چی دکین؟ امشارکن! سرکوتن یا سرکوتن؟ سرکوتن یا سرکوتن؟ کی دبیتا نمونه؟ ام! همو من پیکوا لترس به هسترین بوشن بوشین بو آزادی! بوشن بوشین بو آزادی! بوشن بوشین بو آزادی! خب دوستان عزیز، میرسیم به آخرین بخش این قسمت. میخواییم با شما عزیزان درباره یک کارگردان ایرانی صحبت کنیم که ایشون متاسفانه اجازه فیلم سازی و ترک ایران رو ندارن، آقای جعفر پناهی، که فیلم جدیدشون رو البته تونستن که به دست فستیوال کن برسونن، فیلمی به نام سرخ و
پریفیسز که با حضور بازیگری خودشون هستش و خانم با نقش آفرینی خانم بهناز جعفری و با نقش آفرینی خانم بهناز جعفری. این فیلم متاسفانه فیلم فوق العاده قشنگی است، ولی خود صندلی آقای جعفر فنایی خالی بود در فستیوال کن و بیشتر از این صحبت نمی کنیم. داستان بسیار قشنگی رو داره. بریم به یک قطعه از این فیلم نگاه کنیم و برگردیم و بریم به سراغ ادامه برنامه دنیای این روزهای من. حرفتون رو گوش می دادم، برام راهی نمونده بود دیگه. خانم جعفری افتخارات دارن تماشا. ببخشید شما مرضیه میشناسید؟ من قسم بردی که دانشگاه تا قبول اولم اونو دیرم. حسن گام سن öz müşterinden ödün. Bir tane öz başına kızdan ödün geldin sen. Biz de değilik be cam sen kendin müşteri. Geçin baba. Geçin elbise. Oh baba! Bunlar şimdi ne yapıp ömürler? Şunlar okumayacaklar. Hadi kaçsın, kaçsın. Se روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون بر نگشت. هوای دانشگاه چه زرد سرش. میدونستم آخر عاقبت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم، شاید دانشگاه یادش. سه روز ازش خبر ندارن، اینو مرده. نیا بیدنه بغور نمنه؟ بیدنه بغور بغورون؟ بله. بعد از این دیگه ای هم هست تو در توی کوه ها دره ها همه چی کوه دهه. نه نیا برده یاتوب سان سلام داداش، برم هم اخرت امده. یه الف بچه هممونو گذاشه سر کار، نه تو ده اثری ازش هم. بنیاد آینه از شما دعوت می کند تا از طریق ماهواره یاست در کشورهای خاورمیانه بیننده ما باشید. با دانلود کردن اپ آینه فاندیشن در داخل اتومبیل، محیط کار یا خانه، برنامه های ما را به صورت صوتی و تصویری دنبال کنید. و ریویوهای بسیار قشنگی داشتیم که شما در این ریویوها به ما 5 ستاره هم دادید و یکی از دوستان یک چیز خیلی قشنگی رو نوشته، بعد از اینکه 5 ستاره ریویو به ما داده نوشته مگه میشه به داریوش کمتر از 5 ستاره هم ریویو داد. واقعا اینجا جلوی من چندینی از این کامنت های شما عزیزان هستش، نمیدونیم چه جوری ازتون سپاسگزاری کنیم. واقعا ازتون ممنونیم که ما رو حمایت میکنید، اپ رو دانلود میکنید، برنامه آینه رو چه در جیالویز چه در تیوی باکس دنبال میکنید. دوستانی که در ایران هستن میتونن از طریق ماهواره یاست ما رو دنبال کنن. اطلاعات یاست فرکانسش در زیر صفحه الان قرار گرفته و اپ فوق‌العاده آسون هست استفادهش. شما به راحتی میتونید توی اپل ستور یا گوگل پلی برید اپ رو دانلود کنید. به صورت رایگان هستش، هیچ مخارج و هیچ هزینه‌ای نباید بپردازید و 24 ساعته 7 روز هفته میتونید بیننده و شنونده بنیاد آینه باشید. میریم به یک موسیقی شاد، قشنگ، خوب با هم گوش میکنیم و برمیگردیم و میریم صحبت میکنیم درباره اتفاقاتی که در ماه می پیش اومده در تاریخ. کی صدا کرد منو؟ کی صدا کرد؟ کی صدا کرد منو؟ کی صدا کرد؟ کی با آواز خوشه منو؟ کی صدا کرد؟ مثل شبنم با تن گل آشنا کرد منو؟ آشنا کرد؟ کی از اون پنجره بسته جدا کرد منو؟ کی از اون زندون صد سال رها کرد منو؟ کی رها کرد؟ کی رها کرد؟ کی صدا کرد؟ کی صدا کرد؟ Thank you.
مثل بارون وطن بچه رفیقه واسه تنهایی عاشق مثل شب گریه شفیره کیه اون که توی سینش نفس بهارو داره تو کلام مهربونش لطف قصه ها رو داره کیه اون که میتونه طلوع آفتاب باشه واسه انگشتر عشق نگین کمیاب باشه کی رها کرد منو کی رها کرد کی صدا کرد منو کی صدا کرد مثل شبنم با تن گل آشنا کرد منو آشنا کرد کی از اون پنجره بست جدا کرد منو کی از اون زندون صد سال رها کرد منو کی رها کرد کی رها کرد کی صدا کرد کی صدا کرد شفیقه کیه اون که توی سینش نفس بهار داره تو کلام مهربونش لطف قصه ها رو داره کیه اون که میتونه طلوع آفتاب باشه واسه انگشتر عشق نگین کمیاب باشه کی رها کرد منو کی رها کرد کی صدا کرد منو و دوستان عزیز در این بخش میخوایم بریم ببینیم چه اتفاقاتی در تاریخ تا به حال پیش اومده در ماه می اولی رو با هم شروع میکنیم نگاهی داره میکنیم به میده میده یعنی روز کارگر که در انواع اقسام کشورهای مختلف این روز جشن گرفته میشه تصویر اولی که داری میبینید میده هستش در نیویورک سیتی همونطور که میبینید پر از جشن و موسیقی و فستیوال هستش روز کارگر به معنی این که تمام کسانی که در کشورهای مثل چین، نیدرلند، نروژ، آمریکا و حتی اگر اشتباه نکنم انگلیس کار میکنن این روزی هستش که بزرگ داشتشونه ازشون سپاسگزاری میشه و قدردانی میشه و همونطور که در تصویر پشت میبینید لینکن مموریال مجسمه 16 رئیس جمهور آمریکا که سلیوری یعنی بردگی رو تونست از میان ببره و سیاها بتونن به عنوان یک انسان و یک فرد آزاد زندگی کنن یکی از معروفترین رئیس جمهورهای آمریکا هستش همونطور که در تصویر پشت میبینید در تاریخ 3 می 1922 مموریال لینکن ساخته شد در شهر واشنگتن دی سی که آرکیتکت این مموریال آقای هنری بیکن هستش که در کنار مجسمه ساز بسیار مشهور آقای دانیل چستر فرنچ این مموریال ساخته شد در اون منطقه که شما میرید در واشنگتن نزدیکی مانیمنت جورج واشنگتن و اون دیواری که اسم کسانی که در جنگ ویتنام کشته شدن یک انرژی خاصی رو داره و شما وقتی که در اون محیط هستید تاریخ رو حس میکنید تاریخ رو لمس میکنید بنیاد آینه از شما دعوت می کند که از طریق ماهواره یاست برنامه های آموزشی ما را 7 روز هفته دنبال کنید و همچنین از طریق GLVs و TV باکس تماشاگر برنامه های بنیاد آینه باشید. با دانلود کردن اپ آینه فاندیشن در داخل اتومبیل
محیط کار یا خانه، برنامه های ما را به صورت صوتی و تصویری دنبال کنید. هدف بنیاد غیرانتفاعی آینه توانمند ساختن جامعه‌ای با آگاهی، آموزش و پیشگیری در رابطه با آسیب‌های اجتماعی است. همونطور که میدونید بارها هفته‌های پیش ازتون تقاضا کردیم که برای ما فوتج هایی که دارید رو از انواع نقاط مختلف ایران برای ما بفرستید، حتی در اروپا و نقاط دیگر. و توی خیابونای تهران هنرمندانی هستن که واقعا talented هستن، واقعا با هنر هستن و ویدئوهایی به دستمون اومده که اینها رو در کنار هم گذاشتیم و در اینجا میخوایم برای شما عزیزان پخش کنیم. با هم بریم به کوچه و بازار و خیابان‌های تهران، هنرمندانی که در کنار خیابون وایسادن، چه در تهران و تا ترکیه، و هنرنمایی می‌کنن و من حس می‌کنم که واقعا برای دلشون، برای اون عشقی که به موسیقی دارن این کار رو انجام میدن. به این قسمت با هم توجه می‌کنیم. Thank you.
دوستان عزیز، در این قسمت میخوایم کمی با شما عزیزان صحبت کنیم درباره برنامه هایی که ربط داره به موسیقی. ما در بنیاد آینه در اول هفته شروع میکنیم با موسیقی فارسی زبان ها. هر هفته برای شما آهنگ هایی رو انتخاب میکنیم که موسیقی ازبکستانی، تاجکستانی، افغانی و دیگر کشورهایی که در ناحیه اطراف خاورمیانه هستن و فارسی زبان هستن. برنامه فوق‌العاده جالبی هستش. در ادامه هفته میریم پی میبریم به موسیقی پاپ. در برنامه هفته پیش بودش که با هم گوش کردیم به ترانه‌های بسیار قشنگ داریوش در آلبوم معجزه خاموش و هفته قبلش ابی. و برنامه هستش که خوانندگان پاپ رو چه از میشه گفت از 50 سال پیش تا به امروز انتخاب میکنیم، ترانه‌هاشون رو براتون پخش میکنیم و در قسمتی دیگر با هم گوش میکنیم در طی هفته به برنامه و موسیقی نواحی. یک فرصتی میشه برای من و شما که بیشتر با موسیقی مملکت خودمون، میهن خودمون بیشتر آشنا بشیم. در طی روز اکثر وقتا وقتی که به رادیو گوش میکنیم، به تلویزیون گوش میکنیم، خب خیلی وقتا موسیقیایی که پخش میشه موسیقی پاپ هستش. ولی در بنیاد آینه ما این تصمیم رو گرفتیم که شما دوستان رو کمی با موسیقی محلی، موسیقی نواحی و موسیقی فارسی زبان ها در اطراف ایران بیشتر آشنا کنیم که مطمئنم این برنامه رو شما دوستان دوست دارید. و اگر شما دسترسی به آرشیوی دارید که به ما میتونه کمک کنه که بتونیم کارهای بیشتری رو پخش کنیم، ازتون دعوت میکنیم که حتما این آهنگ های، این ترانه های، موسیقی ها رو برای ما بفرستید. میتونید به آدرس info@ina.org بفرستید. و ضمناً برای اولین بار میخوام یک آدرس دیگر بهتون بدیم، آدرس بخش اتاق ادیت، اتاق تدوین بنیاد آینه. شما عزیزان میتونید به ina.edit@gmail.com این فایل ها رو برای ما بفرستید. براتون سپل میکنم ayenehedit@gmail.com ina.edit@gmail.com. و ضمناً میتونید با تلفن های زیرم با ما در ارتباط باشید. ازتون دعوت میکنم که هر هفته در طی هفته با ما تماس بگیرید، با برنامه سازهای ما تماس بگیرید، باشون در یک تماس فیس تو فیس باشید، در ارتباط مستقیم باشید. اگر دوست ندارید تماس بگیرید و صداتون پخشه، ضمناً میتونید با شماره زیر با فکس ما اون مطالب و پیغام خودتون رو بفرستید و ما بسیار خوشحال میشیم که در طی هفته در برنامه گوناگون، در اون برنامه‌ای که ربط داره، بتونیم عنوان کنیم و مطرح کنیم. الو، سلام کیانوش، خوبی؟ سلام قامه، بداشم، چه خبر؟ تمرین که کردی؟ تمرین؟ نه به خود، شبه عیده، کار کاسیم هم توی هم شبه. نه بابا، تنظیم کار تموم شده، وکالش هم گرفتیم، الان فقط معطل توییم که کارو بدیم بره به عید برسه. چشم، میرم تمرین میکنم. بهترین حسی واسه دل دادن کنار اسمه، چه خوب فارم، همه دنیا ما از تو با تو
بهترین حسی واسه دل دادن کنار اسمت چه خوب فارم همه دنیا ما از تو و دوستان ازتون دعوت میکنیم که ما رو حمایت کنید، برای ما تصاویر، فیلم، فایل‌های صوتی بفرستید. خیلی خوشحال میشیم که در اون مکان، در اون شهری که شما عزیزان هستید ما با خبر باشیم. فقط این نیستش که شما به ما نگاه کنید و به ما گوش کنید، نه، ما دوست داریم به شما گوش کنیم، بیشتر درباره زندگی شما بدونید. بودن این رسانه به همین دلیل هستش که بتونیم یک پل ارتباطی داشته باشیم که ما از حال شما با خبر باشیم، شما از حال ما با خبر باشیم و خیلی نزدیکتر از اون چیزی که شما حتی شاید تصورش رو کنید ما در ارتباط میتونیم با هم داشته باشیم. و باز هم با تلفن‌های زیر، چه از طریق تلفن، چه از طریق فکس و چه از طریق ayn.edit@gmail.com ممنون میشیم که تصاویر، فیلم، صدا، عکس، هر چیزی که بتونه به ما کمک کنه که ما بتونیم در این رسانه بلندگو صدای شما باشیم، کمک بزرگی هست برای ما. دنیای این روزای من هم قد تنگوشم شده نقدر دور مستمینه دنیا فراموشم شده دنیای این روزای من قد تن پوشم شده انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده تنها مدارا میکنی
دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. حسرت فردای تو تقویمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا می کنی دنیا عجب شما به رادیو آینه گوش می کنید. Thank you.
روزهای دوشنبه با شوی دنیای این روزهای من شروع میکنیم و بعدش میریم به پی شاهنامه. بعد از شاهنامه برنامه نگین عزیز رو داریم که امروز یک مهمون استثنایی دارن ایشون در برنامهشون، برنامه ایران هشتگ، و در ادامهش با دکتر نگیری هستیم. روزهای سه‌شنبه هم که همونطور عزیزان میدونید برنامه دکتر شمسیان هستش. برنامه روز بهبودی رو داریم در روزهای سه‌شنبه. میریم به سراغ روزهای چهارشنبه که برنامه پرباری داریم. روزهای چهارشنبه با دکتر فروغی هستیم و مهمانانشون سمینار انجمن ایرانی لس آنجلس که انواع اقسام دوستان ایشون، همکاران ایشون تشریف میارن. هر هفته 3-4 نفر میشینن در دور میز و گفتگویی رو دارن درباره بیماری و مشکلات گوناگون پزشکی، روانی. در کنار روزهای چهارشنبه که برنامه خانم هاشمی رو داریم که از سوئد میاد و دکتر فروغی شوی ستاره هستش، اخبار هستش، و دکتر برنوس که در شهر اورنج کانتی زندگی میکنن و برنامه خودشون رو هر هفته اجرا میکنن از شهر اورنج کانتی. روزهای پنجشنبه با دکتر نواب هستیم، ابی نازنین که در برنامه ابی کتاب و دوستان هستش. دومین پنجشنبه هر ماه با آقای واحد هستیم که یک برنامه هست به زبان ارامنه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. و همونطور هم که قبلا بهتون گفته بودیم دوستان عزیز، روزهای سومین دوشنبه هر ماه برنامه داریم به نام Neurotic Anonymous که به زبان اسپانیش زبان هستن. در روزهای جمعه با شما عزیزان هستیم، در اول روز با شو بوکس و بعد موسیقی نواحی هستش. در ادامهش برنامه دیگری داریم که کتاب گویا هست و از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر روزهای جمعه به وقت لس آنجلس با دکتر نوربخش هستیم در برنامه از ریشه تا مرهم که هفته پیش همونطور که دیدید برنامه بسیار قشنگی بود. موضوع برنامه درباره همسر آزاری بودش که این برنامه در شو این هفته ایشون هم ادامه داره. دوستان عزیز میریم، پرحرفی نمیخوام بکنم، به یک ترانه گوش میکنیم و برمیگردم به داخل استودیو با شما عزیزان. Oh, yeah.
باز همین هفته رسیدیم به پایان برنامه. این یک ساعت همیشه گفتم خیلی سریع میگذره و امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو داشته باشید. از طرف خودم، از طرف ماکان، از طرف آقای داریوش رحمان پنا هفته بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزومندیم. باز هم با ما درخواست میکنیم که با ما تماس بگیرید. در طی هفته به ما بگید چیا دوست دارید براتون چه ترانه هایی رو پخش کنیم و در اینجا شما رو به خدا میسپاریم تا هفته آینده در شو دنیای این روزهای من.